سلام بچه ها، خوش مدید با یه ویدیو دیگه با من. خیلی ذوق دارم واسه این ویدیو، چون که میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم که خیلی دوستش دارم. پس اگه دوست داشتی توی این ویدیو با من همراه باشی. حالا الان شاید تعجب کنید چرا عینک زدم، الکی نزدم. من چشم کلا خیلی ضعیفه و چش چپم آستیگماتش 2.5. این دستمو بذارم روی چش راستم، چش چپ کلا تعطیله و هیچی نمیبینم. حالا جدا از اینا، میخواستم این کتاب رو بهتون معرفی کنم، کتاب زندگی نامه مرلی مونرو. خیلی واسهش ذوق دارم. چند حالا بگم چرا اصلا این کتابو گرفتم و اینا. همیشه در مورد زندگی مرلین خیلی کنجکاو بودم، ولی خب اینجوری هیچ وقت به این چیز نبودم که اوکی برم مثلا زندگی نامشو بخرم بخونم کتابشو. اصلا مثلا کلش خلاصه میشد تو این که مثلا چند تا دونه تئوری و اینا توی پیجای اینستا شاید دیده بودم، همین، و خیلی در موردش نمیدونستم. تقریبا در همین حد که قطعا هممون از بچگی عکسای یه سری عکسای معروف داره که هممون دیدیمشون قطعا اون عکسا رو. و آره خب مثلا اون عکسا رو دیده بودم و میدونستم به عنوان جذابترین زن جهان شناخته شده و همه اینا رو مثلا میدونستم، ولی خب دیگه جزئیات زندگیش و اینا رو نه، اصلا هیچی نمیدونستم. بعد کلا چیز نبودم که بخوام برم بگم که آره برم کتابشو بگیرم بخونم. چند روز پیش توی یه دونه پیج یه نفر داشتش این کتاب معرفی میکرد و من خیلی واسم جالب اومد این کتاب. بعد انقدر خوشم اومد وقتش معرفیش میکرد که یعنی فردا صبحش قشنگ من اینجوری بودم، من این کتاب رو میخوام. بعد نمیخواستم آنلاین سفارش بدم، به خاطر اینکه من وقتی مثلا مودم یه چیزی میگیره میخوام همون لحظه مثلا باید برم اونو بگیرم دستم و نمیتونستم برم سفارش بدم. کم کم یه هفته طول میکشید برسونن دستم دیگه. خدا خیر بده بابام رفت گرفتش و خیلی ذوق داشتم. از دیروز که رسید دستم حدود 60-70 صفحهشو خوندم. حالا یه ذره میخوام خلاصه دربارش توضیح بدم که این کتاب چجوریه. تا الان کلی کتاب در مورد مرلین چاپ شده، ولی هیچ کدومش به کاملی این نیست. این قطرش خیلی زیاده و هیچ کدومشون انقدر کامل نیستن. این کتاب 3 بخش داره. بخش اول که از زبون خود مرلینه، قشنگ حس میکنید نشستید دارید یه کتاب میخونید و مرلین داره باهاتون صحبت میکنه، بخاطر اینکه کاملا از زبون خودشه، به نوشته خودشه. حالا نمیدونم، شاید اینا رو از توی دفترچه خاطراتش برداشتن احتمالا. بخش دومش بخش ناگفته هاست، چیزایی که حذف شده تو کتابای دیگه که چاپ شده اینا نیستن، حذفشون کردن. بخش سومش هم مربوط میشه به زندگی حرفه‌ای مرلین، زمانی که وارد صنعت بازیگری شده و معرفی فیلماش، کامل مثلا خلاصه فیلماش هستش و اینا. حالا از همه جالب تر، خب چیزی که واسه من اومد وقتی دیدم، آخر این کتاب یه بخش داره به عنوان سورپرایز واسه خواننده‌های این کتاب. حالا قضیهش چیه؟ توی این آخر کتاب یه بخش داره که نشونتون میدم چیه. اون داخلش دو تا پوستر فیلم های مرلینه، یکیش هم اینه. اولین چک حقوقی که مرلین قرارداد بسته اینه هاش. یه سری یادداشت های مرلین و انقدر طبیعی اینا رو اسکن کردن، کاملا مشابه واقعیش، یعنی قشنگ کنین خط خودشه، خیلی طبیعیه، یا نقاشی های خود مرلین. حالا من اینا رو کامل نشونتون دادم تو ویدیو، الان از این فاصله شاید نبینید نقاشی ها و اینا شه. بعد
حالا فکر نکنید نقاشی آنچنانی ها، همینجوری مثلا دیدید خودمون حالمون خوب نیست، خودکاری مداد میگیرید، دست شروع میکنید خط خطی کردن در همون حده و کاملا مشخصه یه سری از این نقاشی ها یا نوشته ها معلومه که تو مود خوبی نبوده، واقعا حالش خوب نبوده اون لحظه که داشته مثلا اینا رو میکشیده، اصلا تو مود خوبی نبوده. حالا توی کتاب درباره تک تک این یادداشت‌ها یا نقاشی‌ها اومده توضیح داده که تک تک اینا مال چه زمان یا دوره یا زندگی مرلینه. این خیلی جالبه و میگم انقدر طبیعیه. حالا من مثلا تو همه اینا رو فیلم میگیرم واضح نشونتون میدم تو همین ویدیو، خیلی جالبه و خیلی ایده خفنیه و واقعا حس میکنید همون هاست، همون نوشته هاست، همون یاد داشته هاست. حالا با من همراه باشید. من دیروز که گرفتم اینو هم ویدیوی آنباکسش رو گرفتم، همین که کامل الان با جزئیات نشون میدم بهتون که اینا چه شکلی هست. What?